زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش هجازی، با صدای هلیا مقصودی قسمت دهم ده کلاف نخ آریادنی در دهکده کوچکی به دنیا می آیم. چند کیلومتر دورتر از دهکدهی کمی بزرگتر که در آن مدرسه هم هست و موزهی مخصوص یادگارهای شاعری دارد که سالها پیش آنجا زندگی می کرده. پدرم تقریبا هفتاد سالش است و مادرم بیست و پنج سال است. اخیرا با هم آشنا شدند. پدرم که برای فروش گیلیم از روسیه می آمده، مادرم را می بیند و تصمیم میگیرد به خاطر او همه چیز را ترک. مادرم جای دخترش است. اما در واقع مثل مادرش رفتار می کند. کمکش می کند بخوابد. از هفته سالگی نتوانسته بود درست بخوابد. از وقتی که او را برای جنگ با آلمانی ها به جبهه استالینگراد فرستادند. یعنی یکی از طولانی ترین و خونین ترین نبرد های جنگ جهانی دوم سه هزار نفر در آن نبرد شرکت کردند و فقط سه نفر زنده ماندند عجیب است که از زمان گذشته استفاده نمی کند و نمیگوید در دهکده کوچکی به دنیا آمدم انگار همه چیز همین جا و همین حالا رخ میدهد پدرم در استالینگراد وقتی با بهترین دوستش که او هم یک پسر بچه است از یک گشت تجسس و شناسایی برمیگردند رگبار گلوله قافلگیرشان می‌کند. می کند. در حفره حاصل از انفجاری دراز میکشند و دو روز همانجا میمانند بی غذا بی گرما در لجن و برف میخوابند صدای روزها را از ساختمانی در نزدیکیشان میشنوند میدانند که باید خودشان را به آنجا برسانند اما صدای گلوله ها متوقف نمی شود. بوی خون در فضا پیچیده زخمی ها روز و شب فریاد میزنند و کمک میخواهند. ناگهان همه چیز در سکوت فرو می رود. دوست پدرم گمان می کند آلمانی ها عقب نشینی کردند و از جایش بلند می شود. پدرم پایش را می گیرد و فریاد می سر تو به اما دیگر دیر شده. گلولهی مغزش را متلاشی می کند. دو روز دیگر می گذرد. پدرم با جنازه دوستش تنهاست. نمیتواند جلوی خودش را بگیرد مدام میگوید سر تو بدوست سر تو بدوست سرانجام یکی نجاتش میدهد و به طرف ساختمان میبرد غذایی در کار نیست فقط مهمات و سیگار برگ توتون میخورند یک هفته بعد شروع می کنند به خوردن گوشت همرزمان مقتول و یخ زده. گردان دیگری از راه می رسد و راهش را از میان رگبار گلوله باز می کند. بازمانده ها را نجات می دهند، به زخمی ها می رسند و کمی بعد دوباره برمیگردند به جبهه. استالینگراد نباید سقوط کند. آینده روسیه در گرو آن است. بعد از چهار ماه نبرد سهمگین آدم خاری، قطع اندام ها به خاطر یخزدگی سرانجام آلمانی ها تسلیم می شوند. و این آغاز پایان کار هیتلر و رایش سوم است. پدرم پای پیاده به ده کدش برمی گردد که نزدیک هزار کیلومتر با استالینگراد فاصله دارد. پی میبرد که نمیتواند بخوابد هر شب خواب همرزمش را میبیند که میتوانست جانش را نجات بدهد دو سال بعد جنگ تمام میشود مدالی به او میدهند اما کاری پیدا نمی کند. در یاد بودها و بزرگ داشتها شرکت می کند. اما چیزی برای خوردن ندارد. او را یکی از قهرمانان استالینگراد می دانند. اما تنها می تواند با کارهای پست امرار معاش کند و چند سکهی به دست آورد. سرانجام کسی به او کار گیلیم فروشی را پیشنهاد می کند. از آنجا که مشکل بیخوابی دارد همیشه شبها سفر می کند. قاچاقچی ها را می میتواند می تواند اعتمادشان را جلب کند و پول کم کم به کیسهش سرازیر می شود. رژیم کمونیست به موضوع پی می برد و او را متهم به همکاری با جانیان می کند. و با اینکه قهرمان جنگیست ده سال از عمرش را به اتهام خائن به خلق در سیبری می گذراند. وقتی پیر می شود سرانجام آزادش می کنند و آن وقت دیگر تنها چیزی که خوب میشناسد قالی و گلیم است. می تواند روابط قدیمیش را دوباره ایجاد کند. کسی به او چند قطع گلیم می دهد تا بفروشد اما هیچ کس میلی به خریدن گلیم ندارد. وضع اقتصادی خیلی خراب است دوران سختی است تصمیم میگیرد دوباره به دور دست ها برود در راه صدقه میخواهد و سرانجام گزارش به قزاقستان میافتد پیرو تنهاست اما برای نان خوردن باید کار کند روزها را به کارهای پست میگذراند و شبها خیلی کم میخوابد هر وقت هم که میخوابد با فریادهای سرت را به دزد از خواب میپرد عجیب که با همه بلاهایی که بر سرش آمده با همه آن بیخوابی ها تقضیه بد ناکامی ها با وجود فرسودگی جسمی با وجود سیگارهایی که پشت سر هم آتش میزند مثل آهن سالم است در دهکده کوچکی به دختر جوانی برمیخورد دختر که با پدر و مادرش زندگی میکند او را به خانهاش میبرد در آن منطقه سنت مهمان نوازی از هر چیز دیگری مهمتر است. به او اجازه می دهند در اتاق نشیمن بخوابد اما فریادهای سرت را به دزد او همه را بیدار می کند. دختر سراغش می روید. دعا می کند. دستش را روی سرش می گذارد. و پدرم بعد از چندین دهه برای اولین بار با آرامش می خوابت. روز بعد دختر میگوید که در کوچکی خواب دیده که مرد بسیار پیری پسری به او می سالها منتظر مانده. خواستگارهایی هم داشته اما همیشه معیوز شده. پدر و مادرش خیلی نگرانند نمیخواهند تنها دخترشان تنها و مطرود بماند دختر میپرسد که آیا پدرم مایل است با او ازدواج کند مرد حیران میماند جای پدر بزرگ اوست هیچ نمیگوید وقتی آفتاب غروب می کند در اتاق کوچک مهمان ها دختر پیشنهاد می کند که دستش را پیش از خواب بر سر پدرم بگذارد مرد دوباره میتواند شبی را در آرامش بخوابد. روز بعد دوباره حرف ازدواج به میان می آید. این بار جلوی پدر و مادر مادرم که ظاهرا با همه چیز موافقند. چرا که دخترشان شوهری پیدا کرده و دیگر مایه سرفکندگی خانواده نیست. شایع می کنند این پیرمرد که از دور دست آمده در واقع تاجر فرش ثروتمندی است که از زندگی تجملی و مرفهش خسته شده همه چیز را کنار گذاشته تا دنبال ماجراجویی برود. مردم تحت تاثیر قرار می گیرند. و به هدایای بزرگ و حسابهای بانکی پرپول فکر می کنند. به خوش اقبالی مادرم که کسی را یافته که سرانجام میتواند او را از آن ناکجا آباد دور کند. پدرم با حیرت و هیجان به این قصه ها گوش میدهد و پی میبرد سال ها بعد از آنکه خانواده اش را برای همیشه گم کرده بعد از سالها زندگی در تنهایی و رنج و سفر برای اولین بار در زندگی میتواند خانه ای داشته باشد. پیشنهاد را میپذیرد. شریک جرم خانواده مادرم می شود و درباره گذشتهش دروغ میگوید. گوید. آیین اسلام با هم ازدواج می کنند. دو ماه بعد، مادرم، مرا باردار می شود. هفت سال با پدرم زندگی می کنم. یادم است که راحت می خوابید. در مزرعه کار می کرد، شکار می کرد. با اهالی روستا از دارایی ها و کارهایش می گفت و طوری به مادرم نگاه می کرد که انگار او تنها اتفاق زیبای زندگیش است. خیال می کنم پسر مرد ثروتمندی هستم. اما یک شب جلوی شومینه سرگذشتش را برایم میگوید و دلیل ازدواجش را. و از من میخواهد رازش را نگه دارم. میگوید به زودی می میرد. و چهار ماه بعد این اتفاق میافتد. نفس آخرش را در آغوش مادرم می کشد. با لبخند می میرد. انگار هیچ کدام از فجایع زندگیش هرگز رخ نداده. شاد می میرد. میخائیل سرگذشتش را در یک شب بهاری میگوید هوا خیلی سرد است اما مطمئنا به اندازه استالینگراد یخ نیست که دما میتواند تا 35 درجه سانتیگراد زیر صفر برسد. کنار گداهایی نشسته ایم که دور آتش جمع شدند و خودشان را گرم می کنند. وقتی برای دومین بار تلفن کرد و از من خواست به عهدم وفا کنم با او به اینجا آمدم. در تمام مدت هیچ سوالی درباره پاکتی نمیپرسد که به خانه ام رسانده. انگار میدانسته. شاید آن آوا به او گفته که سرانجام تصمیم گرفتم از نشانه ها پیروی کنم و بگذارم همه چیز در زمان مقرر خودش رخ بدهد و به این شکل خودم را از نفوذ زهیر نجات بدهم. وقتی از من خواست در یکی از خطرناک ترین محله های پاریس با اون ملاقات کنم ترسیدم. در شرایط معمول می گفتم خیلی کار دارم. یا سعی می کردم متقاعدش کنم که بهتر است در یک کافه همدیگر را ببینیم. آنجا می توانیم در کمال آرامش و راحتی درباره مسائل مهم صحبت کنیم. البته همیشه می ترسیدم جلوی دیگران دوباره دچار دو حمله سر شود. اما حالا دیگر میدانستم چطور باید عمل کنم. و این خطر را ترجیح میدادم به اینکه در خیابان به من حمله کنند. آن هم با آن گردم بند طبی که اصلا اجازه نمیداد از خودم دفاع کنم. میخائیل اصرار کرد. حتما باید با گداها ملاقات می کردم. گداها بخشی از زندگی او بودند و همینطور بخشی از زندگی استر. در بیمارستان سرانجام فهمیدم که یک جای زندگیم اشکال دارد و باید به سرعت تغییر کنم. برای تغییر چه باید می کردم؟ کارهای متفاوت؟ مثل رفتن به مکانهای خطرناک ملاقات با مطرودان جامعه؟ در استوره ها پهلوانی یونانی به نام تزئوس به درون هزار توی رفت تا هیولایی را بکشد. مشوقش آریادنی کلاف نخی به او داد تا در طول راه کم کم بازش کند و موقع بازگشت گم نشود. همانطور که بین آن افراد نشسته بودم و آن داستان را می شنیدم، پی بردم که مدت هاست چنین تجربه ای نداشتم. تعم ناشناخته ها، تعم ماجراجویی، شاید نخ آریادنی درست در جاهایی منتظرم بود که اگر پی نبرده بودم باید برای تغییر سرگذشت و زندگیم هم همت کنم هرگز آنها را نمیدیدم. میخائیل ادامه میدهد و همه با دقت به حرفهایش گوش میدهند بهترین ملاقات ها همیشه پشت میزهای مجلل یا در رستوران با تهویه مطبوع پیش نمیآید. هر روز باید تقریبا نیم ساعت تا محل برگزاری کلاسهای درس پیاده روی کنم. در راه زنهایی را می بینم که دنبال آب می روند و استپ بی انتها. سربازهای روز که در صفهای طولانی عبور می کنند و کوههای پوشیده از برفی که کسی به من گفته سرزمین عظیمی به نام چین را از ما پنهان می کند. آن دهکده موزهی به نام شاعر بومیش دارد و یک مسجد، یک مدرسه و سه چهار تا خیابان. به ما یاد می دهند که فقط یک رویا و یک آرمان وجود دارد. نبرد برای پیروزی کمونیسم و برابری تمام انسانها. به این رویا اعتقاد ندارم. چرا که حتی در این مکان نکبت بار هم خیلی تبعیض می بینم. نماینده های حزب کمونیست از همه بالاترند و هر آزگاهی به شهر بزرگی به نام آلما آتا می روند و با پاکت های پر از غذاهای عجیب و غریب و هدایا و لباس های گران قیمت برای بچه هایشان برمیگردند. یک روز عصر موقع برگشتن به خانه باد شدیدی را حس می کنم. در اطرافم نوری را می بینم و هوشیاریم را برای چند لحظه از دست می دهم. وقتی به هوش می آیم می بینم روی زمین نشستم و دختر سفیدی با لباسهای سفید و کمربند آبی در هوا شناور است. لبخند میزند چیزی نمیگوید و ناپدید میشود دوان دوان برمیگردم مادرم را از کارش باز میدارم و ماجرا را برایش میگویم ترس برش میدارد میگوید دیگر هیچ وقت این حرف را تکرار نکنم برایم توضیح میدهد به بهترین شکلی که می تواند چیزی به آن پیچیدگی را برای یک پسر بچه هشت سال توضیح بدهد که اینها فقط توهم است به اصرار می گویم آن دختر را دیدم و می توانم با تمام جزئیات توصیفش کنم میگویم اصلا نترسیدم و برای این به سرعت برگشتم که میخواستم به او خبر بدهم. روز بعد موقع برگشتن از مدرسه دنبال دختر می گردم. اما دیگر آنجا نیست. یک هفته تمام هیچ اتفاقی نمی کم کم باورم می شود که حق با مادرم بوده و حتما ناخواسته خوابم برده و خواب دیدم. اما این بار صبح خیلی زود به مدرسه می روم و دوباره آن دختر را می بینم که با آن حاله سفید دورش در هوا شناور است. بر زمین نمی افتد. دیگران نورها را هم نمی بینم. مدتی همانطور به هم نگاه می او لبخند میزند من هم لبخند میزنم اسمش را میپرسم جواب نمیدهد وقتی به مدرسه میرسم از همکلاسی هایم میپرسم تا به حال دختری را در هوا شناور دیدند همه میخندند سر کلاس مرا به دفتر مدیر احضار میکنند مدیر توضیح می دهد که حتما یک مشکل مغزی دارم که تصویرهایی می بینم که وجود خارجی ندارد. در دنیا فقط چیزی واقعیت دارد که به چشم خودمان می بینیم و مذهب اختراعی است برای فریب دادن مردم. میپرسم پس آن مسجد در شهر چه می میگوید فقط پیر ها و پیرزنهای خرافاتی به آنجا می روند و آنها هم جاهل و بیکارند و نمی توانند به خلق جهان سوسیالیست کمک کنند. تهدیدم می کند که اگر دوباره حرفایم را تکرار کنم اخراجم می کند. می ترسم. خواهش می کنم به مادرم چیزی نگوید. او قول می دهد که اگر به دوستهایم بگویم که این داستان را از خودم درآوردم این کار را نمی کنند. هم او به قولش وفا می کند و هم من. برای دوستهایم چندان مهم نیست و حتی از من می آنها را به جایی ببرم که دختر را دیدم. از آن روز تا یک ماه بعد دختر هر روز ظاهر می شود. گاهی قبل از ظهورش قش می کنم. گاهی هیچ اتفاقی نمی افتد. حرف نمی زنیم فقط تا وقتی کنار هم می مانیم که او صلاح بداند. مادرم کم کم مسترب می شود چون دیگر هر روز سر ساعت به خانه بر نمی گردم. یک شب وادارم می کند بگویم در راه مدرسه تا خانه چه می کنم. ماجرای دختر را میگویم. گویم. این بار با کمال تعجب می بینم که دعوایم نمی کند و میگوید فردا با من میآید. صبح زود روز بعد بیدار می شویم و به آنجا می رویم. دختر ظاهر می شود اما مادرم او را نمی بیند. مادرم از من میخواهد از او سراغ پدرم را بگیرم سوالش را نمیفهمم اما میپرسم و بعد برای اولین بار آوا را میشنوم دختر لبهایش را تکان نمیدهد اما میدانم دارد با من حرف میزند میگوید پدرم خوب است مراقب ماست و رنجی که در دوران اقامتش بر زمین برده دارد تلافی می شود. پیشنهاد می کند درباره بخاری با مادرم صحبت کنم. حرفش را تکرار می کنم. مادرم زیر گریه می زند و می گوید بعد از زمان جنگ محبوب ترین شی برای پدرم بخاری بوده است. دختر از من می خواهد بار بعد که به آنجا می روم نیت کنم و نواری پارچه‌ای به درخچه‌ای در آنجا ببندم آن مکاشفه ها یک سال تمام ادامه مییابد مادرم ماجرا را به دوستان معتمدش میگوید آنها هم جریان را برای دوستان خودشان تعریف می‌کنند و آن درخچه کوچک پر از دخیل های مردم می همه کار کاملا محرمانه انجام می شود. زنها درباره عزیزان از دست رفتهشان میپرسند. من پاسخهای آوا را میشنوم و به دیگران منتقل می کنم. اغلب همه چیز خوب پیش می رود. فقط دو بار آن دختر از آن گروه می خواهد که به تپهی در آن نزدیکی بروند و در لحظه طلوع خورشید برای روح این افراد از دست رفته بی کلام دعا کنند. مردم میگویند گاهی وارد خلسه میشوم بر زمین میافتم و چیزهای بی معنی میگویم هیچ وقت یادم نمیماند فقط احساس می کنم کی دارم وارد خلصه می شوم. در این لحظات باد گرمی را حس می کنم و گلوله های نوری در اطرافم می بینم. یک روز که گروهی را به ملاقات آن دختر می برم، چند پلیس مانع ما می شوند. زنها اعتراض می کنند، جیغ می زنند، اما نمی توانیم از آنها بگذریم. مرا به مدرسه میبرند و مدیر مدرسه به من اطلاع می دهد که به خاطر تشویش اذهان و تبلیغ خرافات از مدرسه اخراج شده. وقتی برمیگردم می بینم درخت چرا نابود کردند و نوارهای دخیل بر زمین پخش شده. تنها و گریان همانجا می نشینم. چرا که آن روزها شادترین روزهای زندگی من بوده. در همین موقع دختر دوباره ظاهر می شود. می گوید نگران نباشم همه چیز برنامه ریزی شده است. حتی نابودی آن درخچه. می گوید از آن لحظه به بعد تا آخر عمر همراه من است و همیشه می گوید چه باید بکنم یکی از گداها میپرسد هیچ وقت اسمش رو به تو نگفت هیچ وقت اهمیتی هم نداره وقتی با من حرف میزنه اونو میشناسم الان میتونه چیزی درباره اموات ما بگه نه این فقط در اون دوران اتفاق افتاد حالا معمولیت من چیز دیگه ایه. میخواین داستان رو ادامه بدم؟ میگویم باید ادامه بدی. اما قبلش سوالی دارم. در جنوب شرقی فرانسه شهری به نام لورد. مدتها پیش در اونجا دخترک چوپانی دختری رو دید. خیلی شبیه اونی که تو دیدی. گدایی با پای فلزی میگوید اشتباه میکنی اون دختر چوپان که اسمش برنادس بود با مریم مقدس ملاقات کرده بود جواب میدهم من کتابی درباره تجلیهای مریم مقدس نوشتم و برای اون تحقیقات زیادی کردم و تمام مطالبی رو که در آخر قرن نوزدهم چاپ شده بود خوندم و به اغلب اعترافات برنادت به پلیس و کلیسا و محققان دسترسی داشتم در جایی تاکید میکنه که زنی رو دیده اصرار میکنه یک دختر جوون بوده تا آخر عمرش همین رو گفت و از مجسمه‌ای که در قار لورد از مریم مقدس گذاشته بودند خیلی ناراضی بود. می گفت این مجسمه هیچ شباهتی به مکاشفه اون نداره. اون یک دختر بچه دیده بود نه یک بانو. اما کلیسا اصل داستان شکل مکاشفه ها و خود اون مکان رو عوض کرد. و اون تجلی رو به مادر عیسی نسبت داد و حقیقت فراموش شد. وقتی دروغی رو بارها تکرار کنن بالاخره مردم اونو میپذیرن تنها فرق ماجرا اینه که اون دختر بچه کوچیک به قول برنادت اسمشو گفته بود. میخایل میپرسد. اسمش چی بود؟ دختر گفت من لقاه مقدس هستم. که البته اسمی مثل بیاتریس، ماریا یا ایزابل نیست. اون خودش رو به عنوان یک واقعیت معرفی کرد. یک اتفاق، یک رخداد و میتونیم به این شکل ترجمهش کنیم. من زایش بی آمیزش هستم. لطفاً داستانتو ادامه بده. گدایی تقریبا همسن و سال خودم میگوید قبل از اینکه ادامه بده سوالی دارم گفتین کتابی نوشتین اسمش چیه من کتابای زیادی نوشتم بعد نام کتابی را گفتم که در آن به داستان برنادت و مکاشفهش اشاره کرده بودم پس تو شوهر اون زن خبرنگاری زن گدایی که رنگ لباسهایش توی ذوق میخورد و کلاه سبز و کت ارقوانی پوشیده با چشمهای خیره میپرسد تو شوهر استری؟ نمیدانم چه بگویم. یکی دیگر میگوید چرا دیگه نیومد اینجا؟ امیدوارم نمرده باشه. همیشه تو جاهای خطرناکه. چند بار گفتم نباید این کار رو بکنه. فقط ببین به من چی داده و همان تکه پارچه خونالود را نشانم می دهد. بخشی از پیراهن آن سرباز مقتول. جواب می دهم نمرده اما تعجب می کنم که اینجا اومده. چرا؟ چون ما با دیگران فرق داریم؟ متوجه نشدیم. در مورد شما قضاوت نمی کنم. تعجب کردم. از این موضوع خوشحالم. اما ودکایی که خورده ایم تا گرم بشویم دارد بر همه امان تأثیر می گذارد. مرد قوی هیکلی با موهای بلند و ریش جولیده میگوید مسخره میکنین حالا که فکر میکنین ما لیاقت هم صحبتی نداریم از اینجا برین اتفاقا من هم نوشیدم و این به من شهامت میدهد. مگه شما کی هستی؟ این چه جور زندگیه که انتخاب کردین؟ سالمین، میتونین کار کنین، اما ترجیح میدین بیکار و بیار بمونین. ما مردمی هستیم که بیرون موندن رو انتخاب کردیم. میفهمی؟ بیرون از این دنیایی که داره از هم میپاشه. از این مردمی که تمام عمرشون فقط میترسن چیزی رو از دست بدن. از این مردم که طوری تو خیابون راه میرن که انگار وضعشون رو به راهه. در حالی که وضعشون خرابه، خیلی خراب. خود تو گدایی نمی کنی؟ از رئیست، از صاحب خونت صدقه نمیخوای؟ زنی که لباس ارغوانی پوشیده میپرسد شما شرم نمی کنین که عمرتون رو هدر میدین؟ کی گفته من عمرمو هدر میدم؟ من هر کاری دلم میخواد میکنم. مرد تنومند حرفم را قطع میکند. مگه دلت چی میخواد؟ دوست داری در اوج دنیا زندگی کنی؟ از کجا مطمئنی که کوه از دشت بهتره؟ فکر میکنی ما زندگی رو نمیشناسیم؟ اما زنت میفهمید که ما خیلی خوب میدونیم از زندگی چی میخوایم. میدونی چی میخوایم؟ آرامش و وقت آزاد. میخوایم مجبور نباشیم از مد پیروی کنیم. ما اینجا الگوی خودمون رو داریم. وقتی مینوشیم که دلمون بخواد. جایی میخوابیم که بیشتر به ما بچسبه. اینجا هیچ کس بردگی رو انتخاب نکرده و به این افتخار میکنیم. اما شما فکر میکنید ما چند نفر آدم بدبخت و بیچاره ایم. لحن صدایشان کم کم خشن می شود. حرفشان را قطع می کند. میخواین بقیه داستانم رو بشنوین یا همین حالا بریم. مرد پافلزی میگوید آخه این یارو درباره ما قضاوت میکنه اینجا اومده تا درباره ما نظر بده انگار خداست چند نفر غرغر میکنند یکی روی شانه میزند و سیگاری به من تعارف میکند بطری ودکا دوباره به دستم میرسد هیجان کم کم میخوابد هنوز متعجب و حیرانم که آنها استر را میشناسند ظاهرا بهتر از من میشناسندش به آنها هم یک تکه پارچه خونالود رسیده میخائیل داستانش را ادامه میدهد حالا که دیگر نمیتوانم درس بخوانم و کوچکتر از آنم که از اسبها از غرور منطقه و کشورمان مراقبت کنم پس باید چوب پانی کنم هفته اول دوتا از گوسفند ها می میرند و شایع می کنند که من بچ شگونم. پسر مردی که از دور دست ها آمد و به مادرم قول ثروت داد. اما آخر کار ما را بدون پشیزی به جا گذاشت. هرچند کمونیست ها اطمینان میدهند که مذهب فقط راهی است برای دادن امیدهای کاذب به نومیدان. هرچند همه را با این باور تربیت می کنند که فقط واقعیت مادی وجود دارد و هر چیزی به چشم نیاید فقط حاصل تخیل انسان است. اما سنتهای های کوهن استپها همچنان پابرجاست و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. بعد از نابودی درخچه دیگر نمیتوانم دختر را ببینم. اما همچنان صدایش را می شنم. از او میخواهم در نگهداری گله کمکم کند. میگوید صبور باشم دوران سختی در پیش است. اما پیش از بیست و دو سالگی زنی از دور دست ها می آید و مرا میبرد تا دنیا را بشناسم. همچنین میگوید گوید دارم و باید کمک کنم تا انرژی حقیقی عشق دوباره در زمین پخش شود. شایعاتی که مدام بیشتر و شدیدتر می شود بر صاحب گوسفندها ها تأثیر می گذارد. اشخاصی که ذهن او را خراب می کنند، آنانی که سعی دارند زندگی مرا از بین ببرند، دقیقا همان کسانی هستند که آن دختر یک سال تمام کمکشان کرده. بود. یک روز تصمیم میگیرد به دفتر حزب کمونیست در روستای مجاور برود و آنجا پی میبرد که من و مادرم هر دو دشمن خلق شناخته شده ای. بیدرنگ اخراجم می کند. اما این چندان تأثیری بر زندگی ما نمی گذارد. چرا که مادرم به عنوان سوزندوز در کارخانه در بزرگترین شهر منطقه کار می کند و آنجا کسی نمیداند که ما دشمن خلق و طبقه کارگری مدیران کارخانه فقط میخواهند که او از طلو تا غروب برایشان سوزندوزی کند من که یک دنیا وقت آزاد دارم در استپراه می روم. با شکارچی ها همراه می شوم. آنها هم از سرگذشت من باخبرند اما فکر می کنند جادویی دارم چرا که هر وقت کنار آنها هستم شکار خیلی خوب است روزهای زیادی را در موزه آن شاعر می گذرانم. به مایملکش نگاه می کنم. کتابهایش را می خانم. به حرف های مردمی گوش می دهم که به آنجا می آیند و اشعارش را می هرازگاهی هر باد را حس می کنم. نورها را می بینم. بر زمین می افتم. و در این مواقع آوا مسائلی مشخص و عملی را به من خبر می دهد. مثل آمدن فصل خشک سالی بیماری احشام از راه رسیدن بازرگان ها. حرفایش را به کسی جز مادرم نمیگویم که او هم مدام آزرده تر و نگرانتر تر می شود. یک بار وقتی پزشکی از منطقه می مادرم مرا پیش او می برد. پزشک با دقت سرگذشتم را میشنود و یادداشت برمیدارد و با دستگاهش چشمهایم را نگاه می کند و صدای قلبم را گوش می دهد. بعد تشخیص می دهد که نوعی سر دارم. می گوید مصری نیست و هرچه سنم بالاتر می رود تناوب حملات کمتر می شود. میدانم بیماری در کار نیست اما برای آرامش مادرم وانمود میکنم باور کردم مدیر موزه که تلاش نومیدانه مرا برای یادگیری میبیند دلش میسوزد و جای معلم های مدرسه را برایم میگیرد جغرافی و ادبیات یاد میگیرم چیزی را یاد میگیرم که در آیندهام خیلی اهمیت دارد زبان انگلیسی یک روز عصر آوا از من میخواهد به مدیر موزه بگویم که به زودی شغل مهمی به او میدهند وقتی میگویم فقط با کمرویی می خندد و جواب سریحی به من میدهد امکان ندارد او هرگز عضو حزب کمونیست نشده او یک مسلمان محکوم است پانزده سالم است دو ماه بعد از این گفتگو احساس می کنم اتفاق متفاوتی دارد در منطقه می افتد. صاحب منصبان دولتی که همیشه آنقدر متکبر بودند حالا مهربانتر از همیشند و از من میپرسند دوست دارم دوباره به مدرسه بروم خودراهای نظامی روس در مرز به حرکت در می آید. یک روز عصر پشت میز آن شاعر نشستم و ناگهان مدیر موزه دوان دوان می آید تو و با وحشت و آشفتگی به من چشم می دوزد. می گوید آخرین چیزی که ممکن بود در دنیا اتفاق بیفتد دارد با سرعتی باور نکردنی رخ می دهد. سقوط رژیم کمونیست قرار است جمهوری های قدیم شوروی کشورهای مستقلی بشوند. اخباری که از آلماتا آمده از تشکیل یک حکومت جدید خبر میدهد و او را به عنوان فرماندار آن ایالت انتخاب کردند. به جای اینکه با خوشحالی در آغوشم بگیرد، میپرسد چطور از این ماجرا خبر داشتم از کسی چیزی شنیدم سرویس امنیتی مرا فرستاده تا جاسوسی او را بکنم یا از همه بدتر زمانی با شیطان پیمان بستم میگویم او که داستان مرا میداند تجلی های آن دختر، آن آوا، تشنجهایی که باعث می شود چیزهایی بشنوم که دیگران نمی دانند. می گوید، این فقط بیماری است. فقط یک پیام بر وجود دارد و آن محمد است و هرچه باید گفته شود پیشتر به ایشان وحی شده. اما شیطان هنوز در این دنیاست و از هر ابزار و نیرنگی حتی توانایی دیدن آینده استفاده می کند تا ضعیفان را فریب بدهد و مردم را از ایمان حقیقی دور کند. میگوید او به این خاطر به من کار داده که اسلام حکم می کند آدمها باید به هم خوبی کنند اما حالا خیلی پشیمان است. من یا آلت دست سرویس امنیتیم یا فرستاده شیطان. و همان موقع عذر مرا می وضع ما که قبلا تعریفی نداشت حالا بدتر هم می شود. کارخانه پارچه بافی محل کار مادرم که قبلا متعلق به دولت بود به دست بخش خصوصی می افتد. صاحبان جدید برنامه های دیگری دارند. ساختار پروژه را تغییر می دهند و در نتیجه مادرم را اخراج می کنند. بعد از دو ماه دیگر برای تأمین هزینه های زندگی در می مانی. فقط میماند ماند ترک دهکدهی که تمام عمرم را در آن گذراندم و گشتن به دنبال کار. پدر بزرگ و مادر بزرگم حاضر نمی بیایند. ترجیح می دهند به جای ترک خانه قدیمی و زادگاهشان از گرسنگی بمیرند. من و مادرم به آلما آتا می رویم و برای اولین بار شهر بزرگی را می بینم. به حیرت می افتم ماشین ها بناهای عظیم، تابلوهای منور تبلیغاتی، پل برقی و از همه مهمتر آسانسور. مامان به عنوان فروشنده در مغازه استخدام می شود و قرار می شود من هم به عنوان دستیار مکانیک در پمپ بنزینی مشغول کار بشوم. بیشتر پولمان را برای پدر بزرگ و مادر بزرگ می اما لغم نانی هم برای خودمان می ماند. و می توانم چیزهایی را ببینم که هرگز ندیدم. سینما، شهر بازی، فوتبال. پایان قسمت دهم. ده